تمامش، ولی رسلاندو در یک سایت شخصی که معتبر نیست در این جامعه در بگید انتداد است، اجازه نمیده همچین بشه. باید رد اون سمت که ما اونقدر اعتماد به نفس داشته باشیم که یک مرحله بیا شرکت کنیم، اون فضا هم ایجاد بشه. این فضا مثل آفریقای جنوبی که آدم لذت میبره وقتی نلسون ماندلا برمیگرده بدون اینکه خونی از دماغ ریخته شه، همه مردم میپذیرن. ما باید اون فرهنگ رو ایجاد کنیم، مردم میپذیرن. ببینید وقتی کسی دستهایتو هم میاد میزه، شما اگه روی کار کنم شما اول از امامتون جا میزنیم. خب با این فرهنگ نمیشه نشسته که وقتی میگه خب پس بنابراین دارن همدیگه میکشیم، فرهنگی که واقعا مخالف اونو بپذیریم و دوستش داشته باشیم. و دو دیگه اگه شما اومدید این بیشتر شما میدیم شنا میشیم طلبگی اونو میکنیم و واقعا تبلیغ اونو میکنیم، شما هم حق به تبلیغ اونو بکنیم اگه این فضا باشه. بعد آقای دکتر خطالی، آقای اوستای عزیز و گرامی، من آقای دکتر خطالی، بینندگان عزیز و گرامی، سیاوش اوستای عزیزم، مردم، شما که برنامه منو میبینید، این یک سندی در تاریخ مطبوعات دوران مهاجرت، فصلی تازه برای اندیشه های تازه. خدا رو شکر میکنم که این گونه است. اما من با نظر سیاوش اوستا مشکل دارم، نزدیکتر به نظر آقای دکتر هستم، مثل ایشون هم فکر نمی کنم، مثل خودم فکر می کنم، ولی من باور دارم که ما باید اتفاق رو بیاندازیم، ایجاد تغییر بکنیم. ما با این تاریخ، با این دین، با اون قرآن، با این همه برجستگی های بشری که همش در فرهنگ ما، چه دینمون چه ملیمون، ما باید به طرف خرد بریم، حرف بزنیم، شهامت داشته باشیم، شجاعت داشته باشیم، سوال بکنیم. اگر قرار حکومت علی باشه، همه چیز باید علیوار باشه، یعنی انسانی هیچ کس نباید تو جامعه گشنه باشه. این همه بدبختی، ذلت، شلاق، سنگسار، حال اینها اگر این کارا رو میکنن و ما رو سرشکسته میکنن، این به اون معنا نیست که ما نباید به طرف این اندیشه بریم. ما باید مبارزه بکنیم، به قول آقای دکتر این فرهنگ رو ایجاد بکنیم که 30 سال از روز اول انقلاب مردم فرهنگ رو ایجاد کردن که محصول حضرت عالی هستید. آقای دکتر جمهوری اسلامی چرا باید ما را عفو کنه؟ آقای دکتر خصوصی داشته باشن، خصوصی خصوصی ما حق داریم بهش رسیدگی کنیم، به حق اوناست. اما دولت و حکومت همه را عفو کنه، درها رو باز کنه، بیان بدن و شروع بشه این فضا، این دیوارهای کاذب بشکنه. این دیوارها نشان از بی‌اعتمادی دو طرفه، نشان از این است که ما میترسیم از خودمون، به خودمون اطمینان نداریم، نگرانیم که اگر ببینن چه شود. هیچی نمیشود اگر شما به رأی مردم استواری نترسید، اگر در دلهای مردم جا دارید نترسید، هیچ اتفاقی نمیفته اگر هم بیان داخل هم برن. ما اگر ما نگرانیم آگه همون ضعیفه، خب بایستی که درها رو برندیم، مراقب باشیم کسی نزدیک نه. یه شوخی من بدنم میکردم به چرا از میکردم، گفتم شریعتی صحبت میکنه، ما زیرا برند میکنیم که آقا با اسلام ایشون بچه کافر شد، بعد سروش صحبت میکنه، وای استعمال شما بلند میشه. اینها نقاط ضعف چه خوبه رو دارن میبینن و بیان میکنن. به جای اینکه شما لخت و برهنه و عریان نشستید، هر کی این پرده رو چرمزاره میگه آقای دارید بفروشو بفروشم، شما خودتون آراسته بنشین، لباس آراسته بفروشین، که هر کی هم پرده آزاد کنه بگه اهلا و سهلا بیا داخل. ما خودمون ایوامو بفروشونیم، بعد باخشه راحت در باز کنه، بگه هر کی بخواد بیاد ما رو تماشا کنه. ما آراستیم، مشکل از ماست، آراستگی نداریم، برهنه ایم در خیلی از جاها، اون برهنگی ما رو میدونن که ما داد میزنیم، آزرده میشیم، خب بریم آراسته بشیم، برهنه نباشیم، جایشینه. آقای دوگی، من با این نظر
نظریات شما 100% با این بخشش خیلی موافقم، اصلا با بنمایه ذهنی شما من مثل شما فکر میکنم، ولی واقعا مردم ایران باید جمهوری اسلامی رو ببخشن. سنگسارشون کرده، کشتهشون، تجاوز کرده، بیرونشون کرده، پولشون خورده، قارتشون کرده، سنگسار و حلق‌آویزشون کرده. حال نه اینجوری میخوان نگاه بکنیم، نه باید اونجوری نگاه کرد. ایران مال همه است، این همه استعداد میتونه ایران رو بسازه، این همه مسلمان غیر عادی، سه تا ایرانی تو صد تا نوابق دنیا، سه تاشون ایرانی هن. آیا این باعث افتخار این ملت، این ایرانیان با اون فرهنگ و دینی و با اون قرآن و با اون زرتشت و پیش از اون ایران باستان ما، این افتخار داره؟ چرا ما باید بترسیم؟ صبح تا شب اینجا همه از هم دیگه بترسیم، اونجا میترسیم، اینجا هم میترسیم، حتی سالمرگ صحابی میترسیم، از رفتن سر خاک مصدق میترسیم. خب شما میخواین تداوم داشته باشین، معلومه نخواهید داشت. به قول فردوسی، پدر کشتی و تخم کین کاشتی، پدر کشته که میکند آشتی. خرد ملی ما میگه آقا دست بردار از قدرتی، قدرت نه خدایی، نه قرآنی، نه مسلمانی، نه شرافتمندانه است. شما اومدی خدمت بکنی، داری ظلم میکنی. رفراندوم از خود امام خمینی کد میاریم که ایشون گفت به ما ربطی نداره قبلا چی انتخاب کردن. امروز ما یه انتخاب دیگه داریم، ما هم این نظر رو داریم، به ما ربطی نداره، ما اشتباه کردیم و پیش از ما انتخاب کرده بودن. ما امروز میخوایم رفراندوم بکنیم و کشورمون رو اسلامی و قدرتمند و شکوهمند و با پر از مخترعین و پر از قدرت همه قدرت‌های جهان داشته باشیم و ما هم اونجا هستیم، هر کی ما رو بزنه میزنیمش. این حرف منه، بفرمایید. در اصل در میشه از کنم باید هر رو بخشیم، نه این که یعنی بگه حتما گناه کنم. به این تعبیر که چون قدرت در دست حکومت باید از ابزارهای خودش استفاده نکنه برای محدودیت و این ترس ها بریزه و بتونن همه بیان، چون در دست اونهای دیگه مردم که قدرت نیست که بخوام ببخشن، خود ببخشی و نبخشون کار خود چون میکنه. حالا در همین عرض میکنم که حکومت بایستی اصل عمومی بده که این مسائل و بازگشت به کینه های گذشته نباشه. اما من معتقدم که بایستی تمام پرونده ها بازخوانی بشن. این نیست که ما ببخشیم، اونجا حق و ناس بخشیدنی نیست. بایستی تمام پرونده ها بازخوانی بشه و بررسی بشه که این پرونده چه بوده است و چه شده است. اگر حقی ضایع شده است از بیت المال باید برگرده، اگر از حزم رابع هم گذشته این لقمه حروم برگرده، اگر در کابین زنانشون هست باید برگرده. من بخشودگی رو برای مردم گفتم، برای کارگزاران بخشودگی نداریم. برای کارگزاران باید برگرده بیت المال، برای کارگزاران خطاشون باید اصلاح بشه به نفع مردم. اگر حالا فرض کنید خطا کرده، اشتباه کرده، میخوام مجازاتش نکنم، ولی به نفع مردم باید اصلاح بشه. اگر ما به حق بشه باید مسترد بشه، اگر مالی به ناحق خورده شد برگرده. اینها دیگه قابل ببخشید حلال هوایش محسود است. تو بالاخره مادرش گفت برای کفنم یه چیز حلال بیار، رفت و اومد گفت حلال، گفت حلال هوایش محسود رفت جزیده بود، انقدر زده بود گفته بود حلال. حالا اونطوری که نمیتونه کسی حلال کنه ببخشه، درست از باید آزادی همه بررسی بشه. در مورد کارگزاران گذشت معنا نداره، این اشکال قانون اساسیه. من فکر میکنم آقای دکتر خزالی گفتن ایشون نامه، یعنی شعر دختر عباس پالیزدار رو که در این همایش مفاسد اقتصادی رو منتشرش کردن، اگر اجازه میشه بخونید. من این شعر رو قسمت پایانیش رو چون آقای دکتر خزالی هم گفت میخونیم پیش از خداحافظی. میگه دختر عباس پالیزدار، زهرا نازنین، زهرا کوچولو، میگه ما خون دادیم و اونا این زالو میمونن، دشمن انقلاب ترسوهای بی پدر. آهای قلیم خورا امون بدین یواشتر، ای که با این انقلاب، ای که به این انقلاب چسبیدین این کنه، خط نشون میکشی علنگوهات نشکنه. فکر نکنی علی رو ما تنها میذاریم، ما اهل کوفه نیستیم. این مسئله خیلی مهمه دکتر خزالی، بگید به پدرتون، به دوستان دیگه در داخل ایران بگید این نکته رو، این حرف رو داره زهره پاریزدان، فرزند یک جانباز، میگه ما اهل کوفه نیستیم. دخلتون رو
میاریم مسجد میبینی هست مسجد زهره با تو رقابت کرده اونم بزنه گفت بابا.